با سلام، هشتمین برنامه نام‌ها و یادها و همچنان در کنار آقای محمد جلالی میم سحر که دیدید بیشتر از شاعری موازات کارهای دیگری هم کرده، به خصوص در این برنامه با اون آشنا خواهیم شد. آقای سحر، شما همیشه در طول زندگیتون از جوانی در موازات فعالیت‌های مختلف یک همچنان شاعر، همچنان فعال سیاسی و همچنان دانشجوی دانشگاه و حتی بعدها استاد و البته کار نویسندگی در همکاری با آقای سایدی که در برنامه گذشته بهش اشاره نشد، از این موضوع لطفا بگید. بله، همین آشنایی با سایدی رو که خدمتتون عرض کردم و مسئله اوتلو در سرزمین عجایب. بله، من سایدی از من خواسته بود که متون تایپی الفبا که در میومه از شماره یک به بعد و که تا هفت شمارش طول کشید من در به اصطلاح ویراستاریش اینها شرکت داشتم و به چاپخونه همونجا که تایپ میشد، یعنی در چاپخونه پوروالی و یکی دو تا هم که جای دیگری چاپ شد، در هر حال من از همکارای سایدی بودم و تا روزهای آخر با او. البته من عکسی رو با شما و همسرتون و بله خیلی دیده بودم، نزدیک بودید. ایشون انقلاب رو چی میگفت؟ آیا متاسف بود از اینکه این انقلاب شده؟ خب ایشون مصاحبه مفصلی داره با آقای لاجوردی که همین اخیراً مال دانشگاه هاروارد، بله، که اخیراً فوت شدن ایشون، چندین نوار داره که تمام ماجرای به اصطلاح تاریخ شفاهی رو از دید خودش. من نشنیدم، پشیمان از نه هست، الانم میشه تو انترنت میشه پیدا کرد. بله، مسلم و هر حال سایدی نه اون زمان منظورم. بله، خب در هر حال نظرات خودش رو داشت، اما اون چی که مسلمه سایدی جزء ضد انقلابیون فراری، بله، از قول، بله، از نظر نظام اسلامی بود، نه تنها از نظر نظام اسلامی در خطر بود، بلکه در خیلی از کسانی که ادعای دوستی داشتن و این حرفا. اون موقع که میدونید متاسفانه بخش مهمی از گروه‌های معتقد به ایدئولوژی چپ طرفدار روسیه رفته بودن، به اصطلاح مستحیل شده بودن در این جنبش اسلامیستی خمینیستی و خط امامی کشف شده بود و اونها خودشون در خط امام بودن و تا اونجایی میرفتن که حتی دوستان سابقشون یا آدمای روشنفکران یا همکاران خودشون رو حاضر بودن که لو بدن. متاسفانه حالا من لغت درستش اینه، از این کلمه میترسم، ولی در هر حال اعتمادی دیگه نمیشد به اونا داشت. این که شما میگید، من الان یه اشاره‌ای بکنم، این نعمت آزرم، اون موقع کتابی در بود به اسم گلخشم که در اون شعرهای بسیار کوبنده‌ای بر علیه همین خمینی و این نظامی که داشت مستقر میشد گفته بود. یکی از شاعران بسیار نامدار حزب توده در روزنامه مردم نوشت که این آقای نعمت آزرم رهبر انقلاب رو به حجاج ابن یوسف ثقفی تشبیه کرده و وضعیت ناامنی بود. هم موقع این کتاب که چیز شد، خمیر شد، خودشم آواره و بچه‌هاش آواره، همسرشم که از متاسفانه به وضع تراژیکی خودش رو کشت و یک خانواده ای از هم پاشید. میخوام بگم روزگار خیلی 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 نامراد و نامردی بود. من اون کلمه لو دادن رو تعصب استفاده نکردم. نه میدونم همینه دیگه، چون حقیقت اینه که الان که وقتی آدم روزنامه های اونا رو میخونه وحشت میکنه از اینکه تا چه حد اینا نمیدونم زور ایدئولوژی، زور وابستگی عمیق چی هست که از انسان هایی که خودشون رو ایدئالیست میدونن و میخوان دنیا رو دگرگون کنن، انسانها رو خوشبخت بکنن، این چنین به دام میشن همدست در واقع. برگردیم به تقویم زندگی شما. حالا رسیدیم به حدود بعد از گروگانگیری، بعد از جنگ در واقع نیمه جنگ عراق با ایران است و شما نه دانشجو هستید، نه استاد دانشگاهید، شاعری میکنید، کار تئاتر نمیکنید. زندگی این دوره شما چگونه است؟ نه، من هم دانشجو هم دانشجوی مادام العمرم. نه منظورم دانشجویی که خب ادامه داشت، من میگم همین
جامعه شناسی رو ادامه دادم. ضمناً از خیلی از کلاس‌های آزاد بهره می‌گرفتم، حتی زبان فارسی. من به سانسی سوربن نوبل اونجا زبان فارسی آقای دکتر فوشکور که حافظ رو ترجمه می‌کرد، از مشتری‌های دائم ترجمه حافظ بودم که وقتی این کتاب چاپ شد یک نسخش رو در اولین بار نوشت و خیلی با جمله خیلی شما دیدینش زیبای بله اون کتاب بر من پست کرد خودش که نزدیکترین کسی به حافظ که من شناختم اینو به فرانسه نوشته آقای فوشکور. روان فرهادی همینطور، اون به اصطلاح اسلام شناس معروف الجزیری محمد آرکون، اینا من از کلاساشون بهره می بردم و ضمناً از کلاس‌های جامعه شناسی هم استفاده می کردم. ضمناً خب تا اونجایی که می شد به کارهای فرهنگیم در کادر کانون نویسندگان در تبعید، 5 دوره من دبیر کانون، جزء هیئت دبیران کانون نویسندگان در تبعید بودم، 6 شماره نخستین خبرنامه کانون که تا چندین سال در نمی اومد رو من با همکاری دوستای نزدیکم، همسرم و اون دوست عزیز گرافیستمون نستور رخشانی تمام طراحیاش اون میکرد، که 4 شماره از نامه کانون رو من در همین پاریس دادم، تایپ کردن به اصطلاح ویراستاری کردم و چاپ شد، که البته زیر نظر اسماعیل خویی بود و خب چون بزرگ ما بود به نام اسماعیل خویی چاپ شد خوشبختانه. میخوام بگم این کارها بود، در کنارش درس منم بود، ولی خب برای امرار معاشم شعرم بود، امرار معاشم چون دانشجو بودم در واقع آدم قانعی بودم، اتاق 9 متری خرجی نداشت، با نون و پنیر هم میتونستیم، عادت کرده بودیم و به هر حال کارهایی کوچیکی میگن این پتی بولو میگن، یعنی کارهای خردریزی که پیش میومد برای امرار معاش داشتم، تو هتل کار میکردم، برای زندگی طبیعی دیگه مثل همه، هر کسی من یه جوری مشغول بود برای اینکه بتونه زندگیشو بچرخونه دیگه. خب ناگفته نماند شدن. ناگفته نماند که دو سالم از بورس دولتی، از موقعی که مجبور شدم پناهنده بشم، برای اینکه دیگه نه پاسپورت ایرانی داشتم به خاطر این شهرها و نه هیچ پاسپورتی نداشتم، مجبور شدم پناهنده بشم، موقع 2 سالی هم از بورس دانشگاهی استفاده کردم. این بود زندگی به اصطلاح شخصی من. خب کنار اینا کلاس به اصطلاح موسیقی هم میرفتم، برای اینکه در سوربن یکی از هنرمندان ایرانی، هنرمند برجسته هم هست، آقای حسین عمومی، چندین سال کلاس ردیف آوازی داشت، من یکی از مشتریای این کلاس های او بودم. پیش یک کسی دیگه ای برای خوشنویسی می رفتم که ازش تعلیم، آقای بروجنی، 2-3 سالم برای اون رفتم. من خطم خوب بود. نقاشی رو هنوز نگفتین، در خانه ایشون تابلوهای بسیار زیبایی وجود. نقاشی رو هم همینجوری، من نقاشی در واقع یک کشف اتفاقی خودم، کارهای همینجوری می کردم برای خودم، تا اینکه این دوستای نقاشان یه روزی اومدن گفتن که این کارا رو تو چرا بزرگ نمی کنی، چرا رنگی نمی کنی؟ ما این کارو کردیم، ظاهرا هم خب تبدیل به یه سبکی شد که بعدن هم بد نبود. مثلا وقتی نمایشگاه بگذاریم، چندی بار نمایشگاه عمومی گذاشتیم و مشتری هم داشت، بعضی از کارها رو می‌خرید. در هر صورت من خودمو حرفه‌ای نه در موسیقی می‌دونم، نه در نقاشی و نه در هیچ چیز دیگه. تئاتر اگر فرصت باشه بله، یعنی برای این کار ساخته شده بودم فکر می‌کنم، اما شعر چیز وجودی منه دیگه. این بهت نشون دادم مثل این که بله، ولی خواهش کنم اینو به بینندگان یکی از خطای زیبایی برگو اگر ممکنه بگیریم. 12-13 سالگی من. چه خط خوشی، خوشا به حالتون. ببینید اینا، نه به خاطر اینکه در مقایسه با خط بعد من پوز بدم، نه پوز بدید به ملت ایران، پوز بدید لطفا، خط 14-15 سالگیمو نشون بدم، نه لطفا پوز بدید. برای ششم بهمن هم من گفتم، یعنی بچه بودن در 15 سالگی. پشیمون این مگه میگین بچه بودی؟ نه من نه شوخی میکنم، بچه بودم، یعنی هنوز شستشو مغزی نشده بود. شاید اون موقع به نوعی دیگه شده نمیدونم، ولی اگر ممکنه 2 خط از اون شعرتون رو میشه بخونین. کدوم شعرمو؟ یکی از این، آخه این همه زیبایی نوشتاری لابد مفهومم نداره. شعرهای برای حضرت علی هم گفتم دیگه. مهم نیست، کاش که بر من هم گفته بودید، ولی لطفاً یکیشو بخونید دیگه. بس اجازه بدید یکیشو بخونم که واقعاً خط زیباییه، یعنی نمیتونی یه لحظه جلوی دوربین بگیرین؟ یکی از حالا مهم نیست، همه صفحات زیباست، نمیدونم اینجا بینندگان میتونن ببینن. این خط
محمد جلالی میم سر میناینم پشت 14 15 سالگی اونها واقعا خط زیبایی. خواهش میکنم بذارید یه شعر عاشقانه که چند ساله بود اینا رو 15 16 ساله آره دیگه 15 ساله. الان یه شعر از چیز میخونم براتون از ششم. شما باعث شدین من امروز برای دومین بار از جوانی خودم عذرخواهی کنم، برای که نه شاعر بودم و نه خوشخط. خواهش میکنم. میگه کدومو بخونم؟ هر کدوم همینو بخونم. ای لعل تو آب زندگانی، و ای خال تو شاه دلستانی، چشم تو چو اختر شب افروز، رخسار تو به ز نقش مانی، گویند تمام خلق عالم وصفت به زبان بی زبانی، در راه تو جان سپردن یار به زان که پس از تو زندگانی، و آن همه دلربایی افسوس، دور از دل توست مهربانی، رسوای جهان شدم ز عشقت، دانند جهان کجا تو دانی، پندی دهد عاشقت که گیری در قلب چو خون ارغوانی، رسوای عاشق چند سالتون بوده؟ مبسند هر آنچه میتوانی، بی وصل تو در جهان جلالیست، آواره به موسم جوانی. 16 سالم بوده. شکست عشقی اگر درست فهمیدم. اینا نه، من رادیو گوش میدادم، شعر میخوندم، دیوان حافظ میخوندم، سعدی میخوندم و میشنیدم و اینا رو تأثیر گذاشته بود. به یه جور تقلید از قدماست. حقیقتا اینجا به اصطلاح موضوع خاصی واقعی و ریالی نه، البته هست، بعضیشون هست که مثلا یه جاهایی. خب وقتی راجع به حضرت علی گفتین که شما کیش. آره خب نه، این شعرهای عاشقانه رو میگم که مثلا سالون غزل. کتاب رمز و رازه این دومین دفترشتونه. اینم یکی دیگه شه دیگه. آره این همش اینا تو جیبه. بله مثلا سال 46 این مال سال 1346. بله خلاصه اینجوریه دیگه. حالا اینا هیچ افتخاری نداره، هر کسی که یک کاری میکنه 50 سال 60 سال عمر میذاره حتما یه سیامشقایی هم داره. ما هم به اصطلاح این چیه بس؟ اینم هم همینطور. اینم یه چیز بعده، یه خورده شما بیتره. اون موقع هم فعال میگنین این همه نوشتار در جوانی؟ خب نه، این بخششی که برای من فرستادن انقدر هم زیاده. نه میگم، یعنی منظورم اینه که این همه شعر گفته بودین در اون سال. بله، یک دونش هم در ایران چاپ نشده بود. من وقتی از ایران اومدم با هیچ نامی به عنوان شاعر یا به عنوان هنرمند نیومدم. یه آدم گمنام دانشجو بودم اومدم، کسی نمیدونست. میگفتم اون دفعه هم گفتم که من حتی همکلاسای خودم نمیدونستن که من شعر میگم، ولی گفتم که تو امتحان کنکور تئاتر در مقابل هیئت ژوری یکی از غزلهای خودم رو خوندم. ولی الان که رو اینترنت هزینه نداره، چرا اینا رو منتشر نمیکنی؟ خب منتشر میکنم دیگه، همه کتابان داره منتشر. نه نه، اینا خیلی قدیمی. نه اینا منتشر قبولش نداری؟ نه دیگه، اینا بچگیه دیگه، خانوادگیه. اینا جزء خب بدین من به اسم خودم منتشر کنم. خواهش میکنم، قابلی نداره. در هر صورت داشتیم میگفتیم که آها، خب بله این کارا رو میکردیم. تئاتر هم تا اونجایی که میتونستم میکردم. دو سه تا تئاتر اجرا کردیم با بچهای پاریس، چند مورد تئاتر اجرا کردیم، تمرین کردیم که عملی نشد. در تبعید یک بار اومدم یک کاری داشتم. درسته، یکی دو تا کار خودم رو اجرا کردم. بله. با دوستان فرانسوی، با دوستان ایرانی، راجع به موش و گربه عبید زاکانی، دو تا شعر از شاملو، مردی که لب نداشت، به اضافه چندین شعر از دوره مشروطیت، اینا رو ما به صورت نمایشی اجرا کردیم. به فرانسوی کار کردم، در حتی در کمدی فرانسیس در یک نقش دو نقش داشتم، در یک نمایش خیلی معروفی از یک کارگردان بسیار معتبری، جورج لاولی. یعنی میگم کارهای به اصطلاح در سطح حرفه‌ای هم کردم. اگر امکان می بود در ایران آدم کار میکرد که خب بله. من جور دیگری می بود. اینجا باید به اصطلاح روز به روز میگذروندیم و یک کاری میکردیم که خلاصه به قول معروف صنعت فراموش نشه. متاسفانه باز وقت این برنامه هم تمام شده. بینندگان میدونن جزء فعالیت های بیشماری که ایشون داشتن نزدیک به 6 سال به زودی میشود که آقای محمد جلالی در برنامه گذری و نظری یک رو به طور مستقل برنامه دارن که روزهای پنجشنبه از تلویزیون ایران فردا، ببخشید نام‌ها و یادها پنجشنبه پخش میشه، برنامه ایشون روزهای یکشنبه از تلویزیون ایران فردا.